درود عزیزای دلم، دکتر شوبر هستم و بحث امروزمون در مورد آلرژیه و در این ویدیو از علت، علائم، تشخیص و درمان آلرژی براتون میگم. آلرژی زمانی اتفاق میفته که سیستم ایمنی بدنمون به مواد بی خطر در محیط زیست واکنش سخت نشون میده. این مواد رو به عنوان آلرژن میشناسیم که از گرد و غبار، حیوانات خانگی، گرده، حشرات، کپک ها، غذاها و بعضی داروها هم قابل انتقال هستند. حتما تا انتهای این ویدیو با من همراه باش تا گزینه‌های درمانی رو هم بهت بگم. علت: آنتیبادی خاصی به نام ایمیونوگلوبین یا IgE باعث واکنش‌های آلرژیک میشه. آنتیبادی برای مقابله با مواد خارجی و مضر در بدن ترشح میشه. ایمیونوگلوبین برای از بین بردن این مواد حساسیت زا هیستامین تولید میکنه. هیستامین باعث سفت شدن عضلات مجاری تنفسی و دیواره رگهای خونی میشه. همچنین به مخاط داخلی دستور میده تا مخاط بیشتری تولید کنن. علائم و نشانه ها: علائم آلرژی مثل التهاب مخاط بینی، التهاب قشای چشم، آسم، واکنش‌های پوستی و غیره به نوع آلرژن و مکان ورودیش بستگی داره. شایع‌ترین علائم آلرژی یعنی التهاب مخاط بینی و التهاب قشای چشم از هر 5 نفر در جهان یه نفر رو درگیر خودش کرده و بسته به نوع آلرژن ممکنه به حساسیت آسمی هم منتهی بشه. خب حالا بیاین این علائم رو با هم بررسی کنیم. التهاب قشای چشمی: این باعث قرمزی چشم، خارش چشم، اشک و احساس سوزش در چشم میشه. التهاب مخاط بینی: این باعث خارش بینی، عدسه مداوم، انسداد بینی و یا احساس گرفتگی در بینی میشه. آسم آلرژیک: این باعث سرفه، احساس خفگی، خسخس سینه، مشکل تنفسی و التهاب مزمن پوستی میشه. کهیر: این باعث تورم، خارش و ایجاد جوش های پوستی میشه. آنجیو ادیما: این خیلی شبیه کهیره ها، ولی بافت های عمیق‌تری رو درگیر خودش میکنه. تورم پلک‌ها و لب‌ها و هنگامی که ورم در دهانه حنجره قرار داره، این یه فوریت اورژانسی به حساب میاد چون خطر خفگی وجود داره. درماتیز تماسی: جوش و یا قرمزی در مناطقی از پوست که با ماده حساسیت زا تماس پیدا کرده. آنافیلاکسی معمولاً با علائمی همچون خارش، تورم گلو، استفراغ، اسهال و افت فشار خون همراهه. اگر تا الان من رو در یوتیوب دنبال نکردی، همین الان سابسکرایب کن تا پاسخ بسیاری از سوالات پزشکی تو در صفحه من به رایگان پیدا کنی. تشخیص: اینکه چه زمانی علائم شما بروز کرده و چه عواملی باعث بروز این علائم شده به تشخیص خیلی کمک میکنه، و اینکه آیا سابقه آلرژی در خانواده شما وجود داشته و یا داره هم دونستنش مفیده. با آزمایش خون میشه به میزان آنتیبادی های IgE که توسط سیستم ایمنی بدن آزاد شدن دست پیدا کرد. حالا میخوام 2 تست عالی رو بهت معرفی کنم که این تست ها میتونن خیلی دقیق پیدا کنن که شما به چی آلرژی داری و به چی آلرژی نداری. اولیش اسکین پریک تست یا تست خراش پوستی. در این آزمایش یکم آلرژن یا همون ماده حساسیت زا رو روی پوستت میذاریم و بعد با یه سوزن مخصوصی که استریل هم شده باشه خراشی روی پوستت ایجاد میکنیم که نباید از این ناحیه خراش خون خارج بشه. بعد از 15 تا 20 دقیقه
اون نقطه از نظر برجستگی و قرمزی مورد بررسی قرار گرفته میشه. هرچه قطر ناحیه تورم بزرگتر باشه، نشان دهنده حساسیت بیشتر شما به اون آلرژن یا ماده حساسیت زاست. پچ تست، نوعی آزمایش برای شناسایی عامل ایجاد آلرژی در افراد مبتلا به بیماری درماتیت تماسیه و میتونه اگزما رو هم شناسایی کنه. دیسکای فلزی مخصوصی با مقادیر بسیار کمی از ماده حساسیت زا بر روی پوست شما قرار داده میشه و بعد از گذشت 48 ساعت واکنش پوستیتون رو بررسی میکنیم. درمان، آنتی استامین ها. انواع مختلفی از این داروها وجود دارند که نحوه مصرفشون بستگی به شدت واکنش سیستم ایمنی بدن خودت داره. این داروها بدون نسخه پزشک در دسترس هستن و ممکنه برای ماها و در صورت لزوم حتی برای همیشه هم مورد استفاده قرار بگیرن. بیشتر این داروها رو میشه روزی یک بار مصرف کرد. این لیست شامله آنتی استامین هایی که باعث خوابالودگی میشن، مثل دایفنهایدرامین و کلوفنیرامین. حالا آنتی استامین هایی که کمترین میزان خوابالودگی رو دارن، مثل ستیریزین، دزلوراتیدین، فکسوفنادین، لووسیتریزین و لوراتیدین. اگر تا الان این ویدیو رو لایک نکردی، حتما همین الان لایکش کن. با این کارت به خیلی ها کمک میکنی تا به این ویدیو دسترسی داشته باشن و بیماری و دردشون کم بشه. کورتیکواستروئیدها. کورتیکواستروئیدها تورم و بسیاری از علائم واکنش های آلرژیک رو کاهش میدن و به صورت اسپری بینی و قطره چشمی و داروی خوراکی موجودن. اسپری های بینی، اسپری های کورتیکواستروئیدی از گرفتگی، عطسه و آبریزش بینی جلوگیری میکنن. عوارض جانبیشون تحریک بینی و خون دماغه. این اسپری ها شامل بیودسیناید، فلوتیکازون فیوریت، فلوتیکازون پروپیونیت، مومتازون و ترایام سینولون هستش. کورتیکواستروئیدهای استنشاقی، اینا اغلب برای درمان آسم ناشی از مواد حساسیت زا که در هوا معلقن استفاده میشه. عوارض جانبیشون به طور کلی خیلی کمه و فوقش به عفونت ختم میشه. این داروها شامل بکلامتازون، بیودسیناید، سیکلسناید، فلوتیکازون و مومتازونن. قطره های چشمی، از قطره های چشمی کورتیکواستروئیدی برای تسکین خارش مداوم، قرمزی یا اشک چشم در مواردی که باقی داروها اثری نداشتن استفاده میشه. لطفاً استفاده از این قطره های چشمی رو محدود کن و فقط اگر خیلی علائم شدیدن ازش استفاده کن، چون میتونن در بلند مدت باعث آب مروارید و ایجاد عفونت چشمی بشن. این داروها شامل فلورومتالون، لاتپرتنول، پرتنیزالون. قرص و مایعات. کورتیکواستروئیدهای خوراکی برای درمان علائم شدید استفاده میشن. استفاده طولانی مدت از اینا میتونه باعث آب مروارید، پوکی استخوان، ضعف عضلانی، زخم معده، افزایش قند خون و تأخیر در رشد کودکان بشه. برای دوستان عزیزم که مشکل فشار خون دارن، این رو هم بگم که کورتیکواستروئیدهای خوراکی میتونن فشار خون رو بدتر کنن. این داروها شامل پرتنیزالون، پرتنیزون و متیل پرتنیزالونه. دیکانجستنت ها، این داروهای خوراکی گرفتگی های بینی و سینوسی تحت واکنش آلرژیک رو برطرف میکنن. بسیاری از این داروها بدون نسخه قابل تهیه هستن.
این داروها که ممکنه با آنتی هیستامین هم میکس بشن شامل سیتریزین با سیودوافدرین، دزلاراتیدین با سیودوافدرین، فکسوفنادین با سیودوافدرین و لوراتیدین با سیودوافدرین. شات های آلرژی، این شات ها به اون کسی داده میشه که آلرژی مزمن داشته باشه. باید بدونی که این شات ها خود آلرژی رو درمان نمی کنن. اما با تغییر دادن شیوه پاسخ ایمنی بدن از واکنش های سخت بعدی جلوگیری می کنن. این مورد رو به عنوان ایمیونوتراپی می شناسیم. ایمیونوتراپی به صورت یه سری تزریقات معمولاً یک یا دو بار در هفته انجام میشه. دوزش به صورت هفتگی یا هر دو هفته یک باره که بر اساس سازش بدنی خود شما ارزیابی میشه. عوارض جانبی شامل قرمزی در محل تزریق و یا حتی کهیره و همینطور عطسه. به ندرت درصد بسیار کمی هم ممکنه که آنافلاکسی داشته باشه. پروبیوتیکا، مطالعاتی انجام شده که نشون میده استفاده از پروبیوتیک ها یا میکروارگانیسم های زنده برای درمان آلرژی به ویژه التهاب مزمن پوستی در نوزادان مفیده. یادت در این ویدیو رو لایک کنی و میتونی با ارسال لینک این ویدیو به دوست و آشنا بهشون نشون بدی که به فکر سلامتیشون هستی. همینطور که میبینی ویدیوهای دیگه هم هستن که میتونی به سادگی یک کلیک از مطالبشون بهره‌مند بشی. خودت هم اگر خدایی نکرده مریض احوالی، این زیر برام بنویس مشکلتو، یه تشخیص رایگان از من هدیه به تو. بدرود عزیزم.